سلام خدمت دوستان گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه اولویه خوشمزه درست کنیم. اولویه رو ترتیبشو و موادشو دیگه تقریبا همه بلدن، و اینکه بعضی از اولویه ها که فقط با مرغ درست میشه، بعضی ها فقط با ژامبون. من هم داخلش مرغ میریزم هم ژامبون. من اول سیب زمینی هامو پختم، 1 کیلو سیب زمینی داشتم که پختم. و یه نکته میخواستم بهتون بگم که سیب زمینی رو من داخل آب نمیپزم، کف قابلمه اندازه یه بند انگشت نمک میریزم، این سیب زمینی ها رو میچینم روش، بعد 20 دقیقه اینطورا که کم نرم شد تخم مرغ هامو میچینم روی همون سیب زمینی ها. قشنگ کامل بعد از نیم ساعت 45 دقیقه با شعله کم میپزه، حالت آبدارم نمیشه، یه مزه تنوری میگیره. این قابلمه رو ببینید، این نمک بوده، بعد که سیب زمینی ها رو چیدیم روش نمک ها این حالت شده، ولی قشنگ سیب زمینیمون پخت و خوشمزه شد. حالا شما میتونید یا بخار پز کنید یا همون جوری هم که با آب بپزید. مواد ما سیب زمینی پخته، تخم مرغ پخته هست، 1 کیلو سیب زمینی، 4 تا تخم مرغ، ژامبون هستش تقریبا 50 گرم، یه دونه سینه مرغ، نخود فرنگی داریم، یه دونه پیاله ماستخوری، سس، روغن زیتون بدون بو، نمک و خیارشور. خب برای سیب زمینی اولویه من دیدم خیلی رنده میکنن خیلیا، ولی از نظر من رنده کردن برای اولویه خوب نیست. من میکوبم اولویه رو، سیب زمینیشو. بعد یه نکته دیگه این که اولویه‌ای که زیاد یه موقع مثلا 2-3 روز توی یخچال میمونه میگن بوی ذوق میگیره، اون به خاطر اینه که تخم مرغشون رو زیاد میزنن، تخم مرغ با زرده رو. الان ما اگر که بخوایم چند روز مثلا داخل یخچال داشته باشیم اولویه‌مونو، مقدار تخم مرغ رو که اندازه میکنیم باید نصفشو بدون زرده بزنیم، یعنی نصفشو با زرده. مثلا اگه 4 تا تخم مرغ دارید، 2 تاش با زرده، 2 تاش بدون زرده، فقط سفیدیاش، که اولویه‌مون بوی ذوق نده. این سیب زمینی رو ما کامل میکوبیم، اینجوری از رنده شده خیلی طعمش بهتر میشه. خب ما اینجا به سیب زمینیمون 1 قاشق سوپ خوری یا 2-3 تا قاشق غذا خوری روغن زیتون اضافه میکنیم و نمکمون رو، چون نمک رو اگه بعد از مواد دیگه ما اضافه کنیم، چون باید هم بزنیم مرتب، مواد دیگه له میشه. پس تا ما سیب زمینیمون هنوز فقط خودش تنهاه، بهش نمک میزنیم و یکم روغن زیتون. کره آب شده هم میتونید استفاده کنید. خب الان سیب زمینی ما با روغن زیتونمون و نمکمون قشنگ مخلوط شد. اینو میذاریم کنار، میریم سراغ بقیه مواد. ما به این ترتیب ژامبونمون رو خرد میکنیم، همجوری روی هم بذارید و حالت مربع خرد کنید. این مدلی که من میگم اگر اولویه رو درست کنید مثل اولویه های قدیم میشه. حالا تخم مرغمون رو همینجوری حالت نگینی میکنیم، اون دوتای دیگر هم زردش رو ازش جدا میکنیم. مرغمون هم ما قشنگ ریش ریش میکنیم، میتونیم همونجوری با کاردی که داریم مربع مربع بکنیم، فرق نمیکنه سلیقه‌ایه. فقط یه نکته در مورد مرغ اولویه من خدمتتون عرض کنم، اینکه مرغ اولویه رو حتما با نمک زیاد بپزید، نمک زیاد آب کم، این خیلی مهمه. اگر آب زیاد بریزید مزه سینه مرغ از بین میره، اگرم بی نمک بگیرید بازم خوشمزه نمیشه، شور بگیرید. بعد آبشم من خیلی ها دیدم آب مرغ میریزن داخل اولویه، که به نظر من کار درستی نیست. بوی زخم مرغ باعث میشه که اولویه‌مون زیاد خوشمزه نشه. مرغ رو وقتی که میخواید بذارید بپزه، گفتم آب کم، یه دونه پیاز 4 قاشق کنید بندازید داخلش، من یکم برگ بو، یه ذره چوب دارچینم میریزم داخلش، یه موقع هم یه حبه سیرم میندازم توی مرغمون که وقتی همجور که داره میپزه بوی خوبی داشته باشه، بوی بد نده داخل اولویه، چون وقتی که سس هم باش مخلوط میشه با این مواد ممکنه بوی زخمشو بیشتر کنه. یه چیزی یادم افتاد بهتون بگم، من اولین باری که اولویه خوردم 7 سالم بود، 6-7 سالم بود. اونم مثلا مامانم انگار نمیدونم حالا بلد نبود یا که هنوز کم بود این مدل غذا، که خالم با دوست داشت اون موقع میرفتن دبیرستان، اول دبیرستان بود و یه درسی داشتن به نام طرح کارت
که توش مثلا حالا آشپزی میکردن، گلدوزی میکردن، این چیزا بود. بعد یه روز با دوستاش اومدن خونه ای ما، گفتن میخوایم که برای مدرسه یه سالادی درست کنیم به اسم سالاد اولویه. بعد دیگه من نشستم نگاهشون کردم، دیدم حالا مرغ و پختن اینا، حالا مراحلش رو زیاد یادم نیست چون که خب بچه بودم، رفتم سراغ بازی. ولی در آخر دیدم یه چیزی درست کردن که حالا من شکلش تا حالا ندیده بودم، ولی یه کاسه هم دادن به من که اونجا بودم، خیلی خوشم اومد، خیلی به نظرم خوشمزه اومد. بعد دیگه درست کردن، یه دونه دیس هم درست کردن روش، یه دونه بچه کاهو گذاشتن مثلا تعظیمشون، تعظیم کردن که فردا ببرن برای مدرسه. من اولین بار اونجا اولویه خوردم، به خاطر همین تا اولویه میبینم یاد اون روز میفتم. دیگه از اون به بعد مامانم ازشون یاد گرفت و برامون درست میکرد. خب من مرغامو ریشیش کردم، جامبونم هم که خب چارگوش کردم و همه خورد شد و حالا میایم سراغ سیب زمینیمون. الان ما سوسو میایم به سیب زمینیمون اضافه میکنیم. بعد یه نکته مهم که میخواستم بگم، هیچ وقت سوسو به سیب زمینی داغ اضافه نکنید، به خاطر اینکه اصلا باعث میشه سس خراب بشه. سیب زمینی رو بذارید خنک بشه کامل، بعد بکوبید و حالا بهش سوسو اضافه کنید. حالا من مواد رو به ترتیب سفت بودنش میریزم که هرچی میخوام هم بزنم له نشه. مثلا تخم مرغ که از همه نرمتره آخر سر اضافه میکنم. یه کوچولو هم بهش آب لیمو اضافه میکنیم الان، تقریبا یک قاشق غذاخوری. خب قشنگ مخلوط میکنیم. اگر اولویتون مقدارش زیاد بود حتما دستکش دست کنید و با دست هم بزنید، چون زیاد باشه هر کاری کنید با قاشق قشنگ هم نمیخورد. حالا نوبت خیارشورمونه. بعد این نکته هم بهتون بگم، حواستون باشه نمک رو که اضافه میکنید به سیب زمینی خیلی مواظب باشید شور نشه، به خاطر اینکه خیارشورم داریم حواستون باشه. ژامبون و مرغمون رو همینجا با هم مخلوط میکنیم. بعد دوباره یادم افتاد یه نکته بگم در مورد پخت مرغ. اونایی که گفتم زدید، بعضی ها زردچوبه نمیزنن به مرغ برای اولویه، یه مقدار کوچولو شما بزنید چون اونم باعث میشه که بوی مرغمون خوب بشه. قشنگ که مخلوط شد، حالا نوبت نخود فرنگیمونه. نخود فرنگی هم مقدارش سلیقه‌ایه، بعضی ها زیاد دوست ندارن، کم میزنن، بعضی ها بیشتر. مرحله آخرم تخم مرغای خوب شدمون. آخرش دیگه واقعا با دست باید بیای این کارو بکنی، چون قاشق سفت میشه و خیلی سخت میشه. میتونید از هویج هم استفاده کنید. من الان هویج نداشتم. هویج رو بذارید تقریبا نیم پز بشه، کامل نپزه، چون هویج کامل بپزه شیرین میشه. نیم پز بشه، بعد همونجوری نگینیای ریز کنید و داخلش بریزید، اونم خوشگل و خوشمزه میشه. با سوسایی هم که نگه داشتیم قشنگ روی اولویه میدیم. تزیینش هم که سلیقه‌ایه، با نخود فرنگی میتونید تزیین کنید، خیارشور، گوجه فرنگی. دوستان من یه تزیینی بلدم، گوجه شکل تقریبا گل رز میشه، خودم که خیلی دوست دارم. هم رو سالاد کاهو، سالاد کلم، رو تزیینای اینجوری خیلی قشنگ میشه. گفتم حالا به شما هم بگم اگر که بلد نیستید. ببینید گوجه ها رو از وسط دو نیم کنید و باریک باریک برش بزنید، بعد حالت اینجوری گل رز بچینید که این گرد بشه. اینم بیاریم روی این، ببینید این گرد شد. خب حالا از اون برش های کوچیکتر بر میداریم که ته گوجه است، دوباره به صورت گل برگ میچینیم وسط اینا. بعد آخر سر از این نازک کوچولوها بردارید، اینجوری بغل هم بذارید، یکم لوله کنید، بذارید وسط این گلمون، گرد میشه و قشنگ میشه. دوستان اولویه ما حاضر شد، دیگه تزیینی هم بود که از دست من برمی اومد. پیشنهاد میکنم اگر به این روش تا حالا درست نکردید درست کنید، چون خیلی خوشمزه میشه. و اینکه اگر کانال منو دوست دارید سابسکرایب نکردید، لطفا سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید برای اطلاع از آموزش های بعدی. فعلا خدا نگهدار.